سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز، پارلمان اروپا ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را به شدت محکوم کرد. ایالت میشیگان آمریکا اتهامات سوء استفاده از کودکان مهاجر افغانستانی را بررسی میکنیم. افغان ها هراس در ایران، تحقیر، بدرفتاری، بازداشت و اخراج. و همچنان در پایان سه خبر عاجل و تکان دهنده از ولایت پنجشیر. به نام خدا و با درود سلام به کانال خبری ما خوش آمدید. مشروع خبرها: افغان ها هراس در ایران، تحقیر، بدرفتاری، بازداشت و اخراج. روزنامه اطلاعات روز می نویسد فشار بر مهاجرین افغان فاقد اقامت در ایران افزایش یافته است. چندین ویدیو از بدرفتاری و لبتکوب مهاجرین افغان در ایران در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها یک شهروند بلوچ ایرانی نوجوان افغانستانی را مجبور می سازد که به هموطنانش توهین کند. این نوجوان افغانی با چشمان اشکبار و گلوی بغض‌آلود ناگزیر است که گوش به فرمان این شهروند ایرانی بدهد. این شهروند ایرانی حتی از این نوجوان می خواهد که پاهایش را ببوسد، اما نوجوان از نزدش فرار می کند. در یک ویدیوی دیگری دیده می شود که یک شهروند ایرانی با گرفتن دست مهاجر افغان از شیشه موتر و دست داشتن یک تیغ برنده یا این مهاجر را تهدید می کند که به افغان ها فحش بدهد. شماری از شهروندان افغان مقیم ایران چندین عکس به روزنامه اطلاعات روز فرستادند که افغان ها مورد لطکوب و حتی شکنجه قرار گرفته. این شهروندان مدعی هستند که رفتار برخی از شهروندان ایران در مقابل مهاجران افغان تند است. در این عکس ها دیده می شود که این مهاجرین چندین ضربه چوق خورده و برخی آنان به مراکز درمانی مراجعه کردند. چندین ویدیو و عکس به روزنامه اطلاعات روز از برخورد اهانت آمیز با مهاجرین افغان رسیده است. برخی از عکس ها ویدیوهای قدیمی است و زمان ضبط و عکس ویدیو برای اطلاعات روز مشخص نیست. حمله بر روحانیون. روز سه‌شنبه در صحن حرم امام رضا در شهر مشهد ایران، فرد مهاجم با چاقو یک روحانی را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایران، این فرد دیدگاه تفکری داشته و از مرزهای شرقی به گونه غیرقانونی وارد ایران شده است. خبرگزاری تسنیم ایران نوشته است که عامل این حمله عبداللطیف مرادی ازبک تبار است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه با اشاره به حمله حرم امام رضا گفته بود که برخی ها با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی در تلاش ایجاد اختلاف میان ایرانی ها با کشورهای همسایه شام هستند. رئیس جمهور ایران با اشاره به مهاجرین افغان گفت که اداره ادبای خارجی برای رسیدگی به آنها کافی نیست و با یک سازوکار جدید نیاز است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه ها و روحانیون در کشور ایران را محکوم می کند و این حمله هیچ ربطی به افغان ها و افغانستان ندارد. شماری از شهروندان ایران و افغان در واکنش به حادثه مشهد با هشتگ جان ایران جان افغانستان در تویتر برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان شهروندان دو کشور تلاش کرده اند. این مهاجرین با این اقدامشان تاکید کردند که حملات این چنین وحدت و همبستگی میان مردم ایران و افغانستان را برهم نمیزند. درخواست اخراج. شماری از شهروندان ایران در شبکه های اجتماعی با هشتگ اخراج مهاجرین افغان از حکومتشان خواستند که بیدرنگ مهاجرین افغان بدون اقامت را اخراج کنند. یک کاربر ایران در توییتر به نام میلاد دایی سابق نوشت چرا افغان ها را از ایران اخراج نمی کنند؟ همین الان با طالبان جنگتون بشود. 1 میلیون افغانی تو تهران هستند و پوست از سر ملت می کنند. شماری از شهروندان ایرانی در استان خراسان و دیگر نقاط ایران دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار اخراج فوری مهاجرین افغان شدند.
یک ویدیو به نشر رسیده است که مترجان ایرانی شعار فرمانداری استانداری یا ایرانی یا افغانی را سر می دهند. ناله و فغان روی کار آمدن طالبان در قدرت باعث شد که هزاران افغان بدون داشتن پاسپورت و ویزا از طریق غیرقانونی وارد ایران شوند. منابع مطلع در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و روزنامه اطلاعات روز می گویند که همانون نیز هزاران تن از افغان ها در تلاش خروج از افغانستان هستند. همچنان این در حالی است که مسعودیان در روی صفحه رسمی خود چنین می‌نویسد: شیر ثانی همچون مسعود قهرمانی می کند. بار دیگر نام پنج شیر را جهانی می کند. 21 سال شد که مسعود نیست، اما دائما در قلوب‌ها زنده است و زندگانی می کند. در امین آینده نزدیک توکل بر خدا، انقلاب را در بهار مسعود ثانی می کند. هر مبارز بحر آزادی مداوم رزم را با قلم یا اسلحه یا همزبانی می کند. در پست دیگر عبدالحسیب نبرد می نویسد: انسان برای پیروزی آفریده شده است. او را می توان ترور کرد، اما نمی توان شکست داد. فرمانده جوان ما خالد امیری، پنجشیر و غرور هندوکش دوباره به پا استاد خواهد شد انشاءالله الرحمن. با این حال جبهه مقاومت ملی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: پایین کردن پرچم گروه طالبان توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی در حصارک پنجشیر، تکرار تاریخ به زودی. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک جبهه مقاومت ملی. قابل یادآوری است که این سایت خبری رسمیت کامل ندارد. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی امارات اسلامی طالبان در ولایت پنجشیر و یا در ولایت کابل تایید و یا رد نشده است. در این روزهای اخیر حملات طالبان بر ولایت پنجشیر و اندراب ها افزایش یافته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می‌گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.